صد روز پس از سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران در ارتفاعات ورزقان آذربایجان، هیئت حقیقت‌یاب ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتشار گزارشی هر گونه خرابکاری در جریان این سانحه را رد کرده و می‌گوید علت اصلی سقوط بالگرد شرایط پیچیده اقلیمی و جوی منطقه در فصل بهار بوده که با ایجاد توده غلیظ مه متراکم و بالا رونده سبب برخورد بالگرد با کوه شده است. در گزارش نهایی آمده که بررسی اسناد و مدارک مربوط به تعمیر و سرویس بالگرد از زمان خریداری تا به کارگیری نشان داده که همه مطابق استاندارد بوده و علائمی مبنی بر خرابکاری در قطعات و سامانه‌ها وجود نداشته است. هیئت بررسی میگوید که بالگرد حامل رئیسی در مسیر درست پروازی قرار داشته و از مسیر تعیین شده خارج نشده است. علاوه بر این، احتمال هدف قرار گرفتن بالگرد با سامانه‌های آفندی و پدافندی، جنگ الکترونیک و ایجاد میدان مغناطیسی و لیزری هم توسط این هیئت بررسی و رد شده است. در این گزارش آمده که بررسی صدای داخل کابین و اطلاعات پروازی بالگرد حاوی هیچ گونه پیام و اعلام وضعیت اضطراری از سوی خلبان بالگرد نبوده. در نتایج سمشناسی و آسیب‌شناسی روی اجساد کشته شدگان هم هیچ مورد مشکوکی یافت نشده است. آنچه در گزارش ستاد کل نیروهای مسلح به آن اشاره نشده یا قبل از انتشار از گزارش حذف شده، دلیل برخورد بالگرد با کوه پس از مواجه شدن با توده غلیظ مه است. در حالی که دو بالگرد دیگر همراه رئیس جمهور در همان شرایط جوی به حرکت خود ادامه داده و دچار سانحه نشدند. با سقوط بالگرد رئیسی، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره دلایل آن مطرح شده. از خطای خلبان و فرسودگی هلیکوپتر گرفته تا خرابکاری و توطئه تروریستی، مخصوصاً آن که بعد از ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران توسط اسرائیل، برخی افراد احتمال سقوط بالگرد رئیس جمهور سابق ایران بر اثر خرابکاری و ترور را محتمل تر دانستند. مطرح‌ترین این افراد محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی بود که بعد از ترور اسماعیل هنیه در توییتی با کنار هم قرار دادن عکس رئیسی و هنیه وعده انتقام از اسرائیل داد، اگرچه این ادعا بلافاصله توسط منابع رسمی در ایران رد شد. فرضیه دیگری که در ماه‌های گذشته توسط برخی مخالفان جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، حذف رئیسی توسط محافلی در داخل حاکمیت و در راستای جنگ قدرت و پروژه جانشینی است. انتظار می‌رفت با گزارش نهایی ستاد کل نیروهای مسلح و روشن شدن دلایل سقوط بالگرد، ابهام‌ها در این باره پایان یابد. اما این گزارش نشان می‌دهد احتمالاً مسئولان جمهوری اسلامی تلاش دارند با اتفاقی قلمداد کردن سانحه سقوط بخشی از ماجرا و دلایل سقوط را پنهان کنند. اما رازی که مسئولان به دنبال پنهان کردن آنند چیست؟ آیا رئیس جمهور ایران قربانی یک عملیات خرابکاری پیچیده شده و جان باخته، یا آنکه صرفاً یک اتفاق یا سهل‌انگاری توسط رئیسی و یا همراهانش باعث کشته شدن او شده؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا آنچه را که مقامات در صدد پنهان کردن آنند را برایتان روایت کنیم. ما پیش از این نیز در ویدیوی جداگانه داستان زندگی ابراهیم رئیسی و ارتقای او در سلسله مراتب قدرت در ایران و گمانه‌زنی‌ها درباره آینده او را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو آمده. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. ز
ساعت 1 بعد از ظهر 30 اردیبهشت 1403 ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که برای افتتاح یک سد به نوار مرزی ایران و آذربایجان رفته بود برای بازگشت به تبریز سوار هلیکوپتر بل 212 شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و استاندار و امام جمعه تبریز نیز سوار بالگرد رئیس جمهور شدند. محافظ شخصی رئیس جمهور به دلیل کمبود جا سوار هلیکوپتر دیگری شد. سرتیم حفاظت خودش در هلیکوپتر اصلی قرار گرفت و بالگرد رئیس جمهور به همراه دو هلیکوپتر دیگر که حامل محافظان و همراهان او بود در جلو و عقب به پرواز درآمدند و حرکت آغاز شد. نیم ساعتی نگذشته بود که سه هلیکوپتر به توده فشرده از ابر برخورد می کنند. خلبان بالگرد رئیس جمهور که فرماندهی میدان را بر عهده دارد دستور افزایش ارتفاع برای عبور از فراز ابرها را می دهد. دو بالگرد جلو و عقب با افزایش ارتفاع بر بالای ابرها قرار می گیرند اما بالگرد رئیس جمهور را نمی بینند. خلبان دو هلیکوپتر که ارتباطشان را با بالگرد اصلی از دست داده بودند دور زدند تا بالگرد حامل رئیس جمهور را پیدا کنند. توده های ابر دید آنها را برای جستجو کم کرده بود. این عکسی است که غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیسی از توده ابر از داخل بالگرد شماره 3 گرفته. تلاش خلبانان برای ارتباط با خلبان رئیس جمهور بی نتیجه ماند. آنها در معدن سونگون در همان نزدیکی فرود می آیند تا کار جستجو را از روی زمین دنبال کنند. حالا دیگر وقوع یک حادثه قطعی شده بود اما ابعاد آن هنوز مشخص نبود. ارتباطات بیسیم قطع شده و تلفن هیچ یک از مسافران بل 212 هم پاسخگو نبود تا اینکه در ساعت 2:18 دقیقه سرانجام یک نفر گوشی موبایل سرهنگ طاهر مصطفوی خلبان بالگرد را پاسخ می دهد. پشت خط محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز است. او حال خوبی ندارد و نمی تواند توضیح دهد چه اتفاقی افتاده. فقط میگوید که در لابلای درختان افتاده و کسی را نیز اطراف خود نمیبیند. آقای آل هاشم صدای من رو دارید؟ حالتون خوبه؟ بقیه کجان؟ یعنی دور بر شما نیستن؟ از این پس تماس با تلفن خلبان که در اتفاقی عجیب در اختیار آل هاشم است تنها امید برای یافتن بالگرد و سرنشینان آن است. روشن بودن گوشی خلبان فرصتی مناسب برای یافتن محل سقوط بالگرد است اما 3 ساعت طلایی برای یافتن رئیس جمهور کشور با تعلل بی تجربگی و ندانم کاری مقامات دولتی از دست می رود. حالا هم شارژ گوشی خلبان تمام می شود، هم تنها فرد زنده مانده در سقوط هلیکوپتر از شدت جراحات فوت می کند و هم مه غلیظ کل منطقه را می پوشاند به طوری که عملیات جستجو تا نیمه شب نیز بی نتیجه می ماند. سرانجام پس از 15 ساعت در ساعت 5:30 لاشه بالگرد و جسدهای سوخته رئیس جمهور ایران و دیگر مسافران هلیکوپتر بل 212 در ارتفاعات روستای اوزی پیدا می شود. احتمالاً این طولانی ترین عملیات جستجو برای یافتن یک رئیس جمهور در طول تاریخ است. با پیدا شدن بالگرد و انتقال اجساد حالا گمان زنی ها درباره علت سقوط آغاز شده. در حالی که همچون همیشه توطئه و خرابکاری یکی از رایج ترین فرضیه ها برای توزیع سانحه در افکار عمومی است، ستاد کل نیروهای مسلح ایران که مسئولیت بررسی دلایل سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور را بر عهده دارد، پس از چند روز در بیانیه ای احتمال هر گونه خرابکاری را منتفی اعلام می کند. در این گزارش تأکید شده که بالگرد در مسیر تعیین شده خارج نشده تا 1.5 دقیقه پیش از سانحه با 2 بالگرد دیگر در تماس بوده، آثار گلوله یا موارد مشابه مشاهده نشده و در مکالمات با برج مراقبت هم مورد مشکوکی مشاهده نشده است.
روایت رسمی در ایران این است که بالگرد به کوه برخورد کرده و سرنشینان آن جان باختند. اما زنده ماندن محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز و تماس او با گوشی خلبان پرواز از جمله نکات مبهم و سوال برانگیز این سانحه است. و مهمتر از همه سوال اصلی این که چرا خلبان بالگرد رئیس جمهور که خود به عنوان فرمانده میدان دستور افزایش ارتفاع را داده برخلاف دو بالگرد دیگر ارتفاع نگرفته و به کوه برخورد کرده؟ فرزین ندیمی کارشناس دفاعی امنیتی مؤسسه واشنگتن در گفتگو با بی بی سی میگوید هلیکوپتر مستقیماً به دامنه کوه برخورد کرده در حالی که خلبان یا نمی‌دانسته دارد با کوه برخورد می‌کند یا سعی داشته ارتفاع بگیرد و از کوه بگذرد اما نتوانسته سپس با دماغه رو به پایین به کوه برخورد کرده در نتیجه به سرعت چرخش ارضی به سمت پایین کرده و بدنه بالگرد در حالی که دم آن بالاست واژگون شده و سپس کابین آتش گرفته او میگوید اظهارات یک شاهد عینی تایید کننده این موضوع است که بالگرد با دماغه رو به پایین به کوه برخورد کرده. اشاره ندیمی به سخنان علی نیکزاد نماینده اردبیل است که به نقل از یک معدنکار به عنوان شاهد پایین رفتن بالگرد گفته بود آن را دیده که در یک خط مستقیم به صورت سینوسی بالا و پایین میرفته. بله وقتی که بنده خدا به من گفت من دیدم که این بالگرد اینجوری تکان میخوره بعد اینجوری شد چکید بالا بعد کی بود اینو به شما یه بند خدای اونجا بود کار میکرد مدنه. بله کار بعد تقریبا همون مطلبی که ایشون میگفت این سقوط بالگرد رو در اون منطقه دیده بودن. برخی کارشناسان حرکت سینوسی و بالا و پایین رفتن بالگرد را به دلیل گرفتار شدن آن در امواج کوهستان دانستند وقتی باد به یک کوه برمیخورد از کوه بالا رفته و از طرف دیگر پایین میآید. پایین آمدن باد از پشت کوه یک جریان هوای آشفته و مخشوش و به شدت رو به پایین پشت کوه ایجاد میکند که به آن موج کوهستان میگویند. چنانچه هواپیما یا بالگرد با باد رو به رو مواجه شود خطر موج کوهستان بسیار افزایش مییابد. به گفته حسین اردکانی، پیشکسوت صنعت هواشناسی ایران در منطقه وقوع سانحه به احتمال زیاد امواج کوهستان شدید بوده و اگر خلبان هلیکوپتر حامل رئیس جمهور از قبل پیشبینی وجود امواج کوهستان در منطقه پروازی خود را دریافت کرده باشد، باید حداقل 1000 تا 2000 متر بالاتر از بلندترین قله کوهستان به پرواز در می آمد. اعتقاد برخی کارشناسان اگر موج کوهستان باعث سقوط بالگرد رئیس جمهور شده احتمالاً دو بالگرد دیگر افزایش ارتفاع داده و از گرفتار شدن در این امواج جان سالم به در برده‌اند. موج کوهستان پیش از این در کشورهای مختلفی باعث سقوط بسیاری از هواپیماها شده. گفته شده دلیل سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در سال 96 نیز موج کوهستان در سطوح بسیار بالا بوده. در واکنش به برخی ادعاها درباره اثر موج کوهستان، انجمن هواشناسی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امواج کوهساری را نمیتوان عامل مهمی در این حادثه به حساب آورد، چرا که سرعت باد در زمان سانحه و ساعت‌های قبل و بعد از آن بسیار پایین و کمتر از 5 متر بر ثانیه بوده. اگر موج کوهستان عامل سقوط هلیکوپتر نبوده، پس چه عاملی باعث کشته شدن رئیس جمهور و همراهانش شده؟ آیا یک انفجار در داخل بالگرد عامل سانحه بوده؟ به اعتقاد کارشناسان صنعت هوایی، شواهدی در دست نیست که نشان دهد انفجار بزرگی در ارتفاع اتفاق افتاده، چون قطعات بالگرد با فاصله چند متری نزدیک هم پیدا شده. انفجار در آسمان احتمالاً قطعات بالگرد را تا چند کیلومتر پراکنده می کرد. مسعود صدیقیان خلبان سابق بالگرد می گوید نمی توان امکان یک انفجار کنترل شده و کوچک را در کابین خلبان کاملاً رد کرد. انفجاری که امکان هدایت بالگرد را از خدمه گرفته باشد.
منقدم شدن کامل کابین خلبان و به گفته امدادگران سوختن شدید بدن خلبانان بیش از بقیه و قرار گرفتن دم بالگرد در نقطه‌ای با فاصله چند متر از نظر صدیقیان میتواند احتمالاً نشانه‌ای برای انفجاری کنترل شده در کابین باشد. اما در صورت وجود چنین خرابکاری در کابین خلبان، زنده ماندن امام جمعه تبریز را چگونه میتوان توضیح داد؟ علاوه بر این، خرابکاری میتوانست زودتر و یا دیرتر از گرفتار شدن در توده فشرده ابر صورت پذیرد و همزمانی آن بسیار بعید به نظر میرسد. جنگ جانشینی بر بام کوههای ورزقان، روایت تازه از نقشه پنهانی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب برای حزب رئیسی. شبکه تلویزیونی اینترنشنال از همان ساعت اولیه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور بدون استناد به شواهدی معتبر کشته شدن رئیسی را حاصل توطئه مشترک حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای عنوان کرد. این شبکه تلویزیونی به نقل از دو منبعی که نامی از آنها نمیبرد میگوید که طائب در دفتر رئیسی نفوذ کرده و برنامه‌های سفرهای او را در اختیار گرفته و در نهایت از طریق یکی از اعضای دفتر رئیس جمهور به نام مجاهد رئیسی را حذف کرده است. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد از مدت‌ها قبل حسین طائب رئیس پیشین اطلاعات سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای به دنبال حزب ابراهیم رئیسی بودند. به 3 سال پیش برمیگردیم، وقتی رئیسی در آخرین مهلت ثبت نام وارد انتخابات ریاست جمهوری شد. گزارش این شبکه تلویزیونی آنقدر خیالی و دور از واقع بود که هیچ رسانه یا تحلیلگر معتبر دیگری آن را جدی نگرفت. ابهام در نحوه سقوط بالگرد و انتشار اطلاعات قطره‌چکانی کار کارشناسان صنعت هوایی و امنیتی را برای تحلیل دقیق آنچه بر سر رئیس جمهور ایران و همراهانش آمده را بسیار سخت کرده، اما به نظر می رسد مهمترین عامل این سانحه هوایی اوضاع نامناسب جوی و مهمتر از آن اهمال، بی‌تدبیری و ضعف مدیریت دفتر رئیس جمهور و تیم همراه او در این سفر بوده. چیزی که به نظر می‌رسد تلاش می‌شود لاپوشانی شود. اطلاعات منتشر شده موجود نشان می‌دهد احتمالاً چند عامل در کنار هم یکی از عجیب‌ترین سوانح هوایی جهان را در ارتفاعات ورزقان ایران رقم زده. آنطور که گزارش‌های هواشناسی نشان می‌دهد آن روز برای منطقه محل تردد رئیس جمهور هشدار نارنجی صادر شده و پیش‌بینی شده بود از ظهر به بعد هوای منطقه برای پرواز بالگرد نامساعد خواهد بود. بر اساس برنامه تنظیم شده، رئیس جمهور و همراهانش باید ساعت 11 صبح منطقه را به سمت تبریز ترک می کردند. اما آنطور که اطرافیان رئیس جمهور می گویند، ابراهیم رئیسی هنگام ظهر تصمیم می گیرد به مسجد روستای محل برود و در بین نمازگزاران نماز بخواند. در نهایت چند برنامه جانبی دیگر باعث می شود تا حرکت رئیس جمهور تا ساعت 13 طول کشیده و حالا که کم کم هوا ابری شده و در میانه راه نیز به سرعت بر شدت ابرها افزوده می شود، بالگرد رئیس جمهور و دو بالگرد همراهش منطقه را به سمت پتروشیمی تبریز ترک می کنند. افته شده با توجه به گزارش‌های هواشناسی برنامه پرواز هلیکوپترها برای قبل از ساعت 12 بوده و احتمالاً در زمان حرکت خلبانان برنامه پرواز بروز شده ای را دریافت نکردند. همچنین احتمال دارد خلبانان به دلیل حضور رئیس جمهور حاضر به لغو پرواز نشده و در یک رو در بایستی پذیرفتند در شرایط نامساعد جوی پرواز کنند. پرواز در هوای ابری به خودی خود خطرناک نیست، اما اگر ابر نزدیک کوه باشد یا مانع دید خلبان شود میتواند به اتفاقی مرگبار منجر شود. ریموند شوماخر، خلبان و استادیار علوم هوانوردی در آمریکا، ابر و مه در نزدیکی کوه را مرگبارترین موقعیت جغرافیایی برای خلبانان میداند. او میگوید بر اساس برآوردهای ایمنی در آمریکا، خلبانی که به طور برنامه ریزی نشده در نزدیکی کوه وارد ابر شود فقط حدود 56 ثانیه فرصت دارد تا به شرایط پایدار و ایمن برسد. در غیر این صورت نتیجه مرگبار خواهد بود.
شوماخر از اظهار نظر مستقیم درباره سانحه هلیکوپتر رئیسی اجتناب و نتیجه گیری را به گروه تحقیق محول می کند. با این حال بر اساس داده های منتشر شده می گوید در ارتفاعات علاوه بر ابر شرایط دیگر ممکن است کار خلبان را سخت تر کند. در محیط های کوهستانی با تغییرات آب و هوایی زیاد و وزش باد در جهات مختلف محموله سنگین شامل چند خدمه و مسافر یا تجهیزات سنگین بر عملکرد بالگرد اثر می گذارد. اینها عواملی است که باید در ابتدای پرواز در نظر گرفته شود و بی توجهی به آنها باعث بسیاری از سوانح هوایی شده است. بیشترین وزن تخمینی بالگرد بل 212 در زمان برخاستن نباید بیش از 5080 کیلوگرم باشد. اما دمای هوا، وزش باد و ارتفاع از عواملی است که می تواند معیار وزن را بالا و پایین کند. و این حال به نظر نمی آید با وزن ابتدایی حدود 2000 کیلو و 8 سرنشین و حتی ظرفیت کامل بنزین وزن بالگرد ابراهیم رئیسی بیش از این میزان بوده باشد. هرچند برخی معتقدند نصب تجهیزات VIP در بالگرد وزن آن را افزایش داده بود و احتمالاً زمانی که کاپیتان مصطفوی دستور افزایش ارتفاع می‌دهد، خودش به دلیل ناتوانی بالگرد نمی‌تواند ارتفاعش را بالا ببرد. بر اساس توضیحات رئیس دفتر ابراهیم رئیسی به نظر می آید بالگردها دست کم در زمان مواجهه با ابر در ارتفاع حد اقلی توصیه شده نبودند. بر اساس قوانین کلی هوانوردی و به ویژه مقررات آژانس ایمنی هواپیمایی اتحادیه اروپا که ایران از آن پیروی می کند، حداقل ارتفاع پرواز باید 1000 پا یعنی حدود 350 متر بالاتر از مرتفع‌ترین نقطه مسیر باشد. اگر آنطور که در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ادعا شده مسیر پرواز تغییر نکرده باشد، خلبان می داند در چه ارتفاعی قرار است پرواز کند و چه موانعی بر سر راه دارد. به این معنی که از آغاز پرواز می داند ارتفاع بلندترین نقطه از زمین چقدر است و در شرایطی که بیش از 5 کیلومتر نمی تواند جلوی خود را ببیند، باید دست کم 350 متر از مرتفع‌ترین نقطه ارتفاع بیشتری داشته باشد و از آن ارتفاع پایین تر نیاید. اینجاست که پیشبینی هواشناسی و شرایط جوی و همچنین ارتفاع سنج و سایر ابزارهای محاسبه بسیار اهمیت پیدا می کند. نوید قدیری انارکی استاد خلبانی به بی بی سی می گوید به اعتقاد او بالگرد نه تنها فاصله مجاز از مرتفع‌ترین قله را نداشته، بلکه 350 متر از آن پایین تر هم بوده و به دامنه کوه برخورد کرده. اما براستی چه اتفاقی افتاده که بالگرد این اندازه از حد مجاز پایین تر بوده؟ پاسخ این سوال مشخص نیست. می توان گمان کرد که به دلیل مسائل امنیتی برای مسافران عالی رتبه یا تشخیص خلبان از کارایی بالگردها یا شاید مطلع نبودن و دریافت گزارش اشتباه از وجود ابر در دره، خلبان بالگرد اصلی که فرمانده سفر هم بوده چنین تصمیمی گرفته است. نقص فنی یا از کار افتادن برخی تجهیزات بالگرد مانند ارتفاع سنج نیز بسیار غیر محتمل است، چرا که خلبان تا آخرین لحظه اعلام وضعیت اضطراری نکرده است. گفته خلبانان حتی در شرایط بسیار بد خلبان با فشردن یک دکمه در فاصله 2-3 ثانیه می تواند اعلام وضعیت اضطراری کند. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، قبل از سقوط بالگرد هیچ مکالمه‌ای درباره خطر یا شرایط بد برقرار نبوده. بر اساس ادعاهایم که تاکنون مطرح شده، آخرین ارتباط خلبان بالگرد رئیسی با دو بالگرد دیگر تا 1.5 دقیقه قبل از ناپدید شدن برقرار بوده و خطری اعلام نشده. مسئول تیم حفاظت ابراهیم رئیسی هم که در بالگرد بوده و طبیعتاً بیسیم مخصوص داشته خطری را اعلام نکرده است. چون سرنشینان دو بالگرد دیگر میگویند بالگرد دوم ناگهان ناپدید شده. اکنون با انتشار گزارش نهایی ستاد کل نیروهای مسلح به نظر میرسد پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور سابق بدون روشن شدن دلایل آن برای همیشه بسته خواهد شد.
در این گزارش صرفاً به این نکته بسنده شده که به دلیل تراکم توده ابر بالگرد به کوه برخورد کرده، بدون اینکه مشخص شود چرا باید بالگرد بالاترین مقام اجرایی کشور در هوای مهالود حرکت کند و چرا حتی در چنین هوایی باید به کوه برخورد کند. هرچند ممکن است دلایل واقعی سقوط هیچگاه مشخص و روشن نشود، اما نویسندگان کانال پروفایل بر اساس شواهد موجود و گفتگو با چند کارشناس صنعت هوایی محتمل ترین فرضیه را این چنین می دانند. بالگرد اصلی هنگامی که به توده فشرده ابر برمی خورد برخلاف دو بالگرد دیگر ارتفاع نمی گیرد. دلیل آن احتمالاً عدم توان بالگرد بل 212 برای افزایش ارتفاع است. به گفته برخی کارشناسان، بل 212 بالگردی عموماً برای مناطق غیر مرتفع و همسطح دریاست و برای مسیرهای کوهستانی مناسب نیست. به دلیل احتمال تغییرات ناگهانی سرعت و جهت باد و برخورد با توده های ابر، اگر هم قرار بوده رئیس جمهور با بل 212 پرواز کند، باید با کمترین تعداد نفرات سفر می کرده تا بالگرد قدرت افزایش ارتفاع داشته باشد. بالگرد حامل رئیس جمهور در سالهای قبل از انقلاب خریداری شده و نزدیک به 50 سال هم از زمان ساخت آن می گذشته. گفته شده که کادر پرواز با بازگشت رئیس جمهور با هلیکوپتر آمریکایی بل 212 مخالف بوده و سفر او با بالگرد روسیه میل را توصیه کرده، اما معلوم نیست به چه دلیل رئیسی سوار بالگرد بل می شود. در نهایت پس از دستور کاپیتان مصطفوی برای افزایش ارتفاع، احتمالاً چون او نتوانست ارتفاع بگیرد یا مستقیماً به کوه برخورد کرده و یا حتی ممکن است ارتفاع را کاهش داده تا در سطح پایین تر از ابر حرکت کند و در نهایت با کوه مواجه شده. بر اساس این فرضیه احتمالاً بالگرد پس از برخورد اولیه دم آن از بدن جدا شده و همچون زمین خوردن این هلیکوپتر در این ویدیو به سرعت دور خود چرخیده و در نهایت به دلیل ضربه به مخزن سوخت آن هم در جنگل پر از درخت دچار آتش سوزی شده است. با چنین فرضیه ایست که میتوان زنده ماندن آل هاشم امام جمعه تبریز و سالم ماندن گوشی خلبان را توضیح داد. در هنگام چرخش بالگرد به دور خود، درب هلیکوپتر از جا کنده شده و آل هاشم و برخی وسایل داخل بالگرد از جمله چمدان‌ها و گوشی موبایل و دیگر وسایلی که با کمربندها مهار نشده اند به بیرون پرتاب شده. با تماس سرنشینان دو بالگرد دیگر با رئیس جمهور و همراهان او، گوشی سالمی که سیگنال داشته باشد وجود نداشته و احتمالاً در انفجار کابین همه آنها از بین رفته است. تنها گوشی که زنگ می‌خورد گوشی خلبان مصطفوی است که به بیرون افتاده. احتمالاً آل هاشم که به شدت مجروح شده به سختی خود را به گوشی خلبان می‌رساند و پاسخ می‌دهد. ارتباط با او تا چند ساعت ادامه دارد، اما در نهایت او به دلیل شدت جراحات جان می‌دهد. گوشی موبایل هم ساعتی بعد به دلیل اتمام شارژ خاموش شده و کار تیم‌های امداد و نجات برای شناسایی محل سقوط سخت‌تر می‌شود. این فرضیه با گزارشی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران 10 روز قبل از انتشار گزارش رسمی ستاد کل نیروهای مسلح به نقل از یک مقام امنیتی ناشناس منتشر کرد همخوانی دارد. به گفته این مقام امنیتی، هواشناسی یک شب قبل از پرواز شرایط جوی را به تیم پروازی اعلام کرده بود و تیم پرواز باید قبل از ساعت 13 منطقه را ترک کرده و به تبریز باز می گشتند. به گفته او، تأخیر در پرواز به دلیل طولانی شدن دیدارهای رئیس جمهور و تغییر شرایط جوی و از طرف دیگر وزن بیش از اندازه بالگرد، دو عامل مهم در عدم توانایی خلبان برای کنترل بالگرد و ایجاد سانحه بوده است. بر اساس این گزارش، در بالگرد رئیس جمهور 2 نفر بیش از ظرفیت سوار بودند و زمانی که خلبان توده مه را مشاهده کرده و خواست بالگرد را در ارتفاع پروازی مناسب تنظیم کند، هلیکوپتر قدرت کافی برای افزایش ارتفاع نداشته و در محدودیت دید حاصل از مه با کوه برخورد کرده است. با
با انتشار این گزارش، ستاد کل نیروهای مسلح بلافاصله در اطلاعیه‌ای ادعای خبرگزاری فارس درباره علت سقوط بالگرد رئیسی را قویاً تکذیب کرد و 10 روز بعد گزارش رسمی خود را که احتمالاً سانسور شده منتشر کرد. به نظر می رسد مقامات مسئول در گزارش نهایی که به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند خطا و اشتباهات دفتر رئیس جمهور و حتی شخص رئیس جمهور در تغییر برنامه و همچنین عدم رعایت پروتکل‌ها و مقررات ایمنی پرواز و سوار شدن 2 نفر اضافی در بالگرد را به دلایل نامعلومی از گزارش حذف کرده‌اند. ابهام و حرف و حدیث درباره سانحه کشته شدن رئیس جمهور ابراهیم رئیسی بیشمار است. حتی اگر سقوط بالگرد رئیس جمهور را نیز اتفاقی طبیعی و ناشی از بی‌انضباطی، سهل‌انگاری و عدم رعایت اصول و مقررات و دستورالعمل‌های قانونی بدانیم، ناکامی تیم‌های امداد و نجات در یافتن محل سقوط و طولانی شدن عملیات شناسایی به مراتب سوال برانگیز تر می باشد. در حالی که 2 هلیکوپتر همراه رئیس جمهور با فاصله حداکثر 90 ثانیه در کنار او بودند و شناسایی محل سانحه چندان سخت نبوده، اما 15 ساعت عملیات جستجو ادامه داشته و پس از روشن شدن هوا در صبح روز بعد لاشه بالگرد پیدا شده. حتی منابع نزدیک به وزارت ارتباطات دلیل احتمالی طولانی شدن جستجو را اشتباهات تیم‌های مخابراتی عنوان می‌کنند. اینکه چرا با وجود روشن بودن موبایل خلبان آنها نتوانستند محل سقوط را پیدا کنند به دلیل وجود فقط 1 BTS یا همان آنتن موبایل در منطقه بوده. برای یافتن محل دقیق 3 آنتن موبایل لازم است، اما در همان ساعت اولیه برخی کارشناسان اعلام کردند که وزارت ارتباطات یا نهادهای دیگر می توانند به سرعت با انتقال دست کم 2 آنتن سیار به منطقه محل دقیق را شناسایی کنند. اما ظاهراً مقامات مسئول آنقدر تعلل می کنند که گوشی خلبان به دلیل اتمام شارژ خاموش شده و مه شدید و بارش باران نیز کار را دشوارتر می کند. من از اداره که را افتادم شاید اولین نفری بودم که مخاطب قرار گرفتم که ساعت 2:30 بود تقریبا. دوستان تیم حفاظت آقای رئیس جمهور به من مراجعه کردن که الان چه این اتفاق افتاده، ما نمی دونیم چی شده، شما بیاید به کمک. که من رفتیم تو دولت، من آقای بهادر جهرمی آقای مخبر رو مطلع کردم، اما 1 ساعت اول دولت روال عادی بود تا بعد به حال دوستانم مطلع شدن. صاحبه وزیر ارتباطات نشان می‌دهد چقدر بی‌مبالاتی، بی‌انضباطی و سردرگمی شدیدی در دولت وجود داشته. آنکه از ساعت 2:18 بعد از ظهر ارتباط با موبایل خلبان برقرار بوده، اما مسئولان یکی از اپراتورها گفته که تازه بعد از ساعت 5 بعد از ظهر بوده که به آنها اعلام شده برای شناسایی محل گوشی اقدام کنند. بدتر از همه آنکه گفته شده اطلاعات ارائه شده توسط تیم‌های مخابراتی جستجوگران را گمراه تر نیز کرده و آنها به اشتباه در منطقه دیگر به دنبال یافتن بالگرد سقوط کرده بودند. گم شدن بالگرد رئیس جمهور و 15 ساعت بیخبری از سرنوشت بالاترین مقام اجرایی کشور اتفاق ساده‌ای نیست. آن هم برای کشوری که ادعاهای بزرگی دارد و خود را قدرت برتر منطقه می داند. احتمالاً سرنوشت پرونده سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی همچون دیگر حوادث در ایران به زودی به حاشیه رفته و خطاهای دفتر رئیس جمهور و شاید خود ابراهیم رئیسی، برخی وزیران کابینه و برنامه ریزان سفر او به آذربایجان و مهمتر از همه فرسودگی ناوگان هوایی ایران به دلیل تحریم‌ها لاپوشانی شده و در نهایت هوای مه‌آلود به عنوان عامل سقوط معرفی خواهد شد. آنچه در ایران همواره پنهان نگه داشته می‌شود، ناکارآمدی و اشتباهات دولت مردان است. نظر شما درباره دلایل سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی چیست؟ آیا شما هم معتقدید توطئه‌ای در کار بوده یا آنکه او قربانی ندانمکاری و سهل‌انگاری مدیران زیر دست خود شده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید.
اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.